همیهنان عزیزم درود بر شما در این ساعت و در این بسته خبری با خبر و تحلیلی بسیار مهم در خدمت شما هستیم به آوای ایران خوش آمدید اظهارات شوکه کننده جلیلی در میان طرفدارانش اعلام کودتا با حمایت حزب اللهی ها دوستان عزیز بار دیگر یادآور میشم اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید لطفاً با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسانه تیم پر تلاش ما باشید. اظهارات شوکه کننده جلیلی در میان طرفدارانش اعلام کودتا با حمایت حزب ها در حالی که شنبه صبح رسانه های حکومتی و وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کردند که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید نظام منصوب شده است با گذشت سه روز از این خبر نیروهای حزب اللهی و تندروی نظام قادر به پذیرش این انتصاب از سوی رهبر دیکتاتور نظام نیستند گویا کار تا جایی بیخ پیدا کرده که خود سعید جلیلی نیز با صحبتهای بی سابقه از عزم راسخ خود برای کارشکنی و دخالت در امور رئیس جمهور جدید نظام سخن میگوید او که در میان طرفدارانش و در یک هیئت مذهبی سخن می گفت، آشکارا از تهدید پزشکیان سخن به زبان آورد و با قاطعیت اعلام کرد که اگر کارهای دولت جدید به مزاق نیروهای حزب اللهی و عرازش خوش نیاید، آنها به مسئله ورود خواهند کرد و اجازه نخواهند داد تا برخلاف میل آنها امور کشور پیش برود. بسیار این تهدید علنی سعید جلیلی را اعلام کودتا بر علیه دولت آینده نظام میدانند من یکی دو ساعت پیشم با جناب آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب مردم جلسه داشتم اونجا گفتم خدا ما وظیفه خودمون میدونیم که مسیر انقلاب مسیر کشور و قوای سگانه همه و از جمله دولت و از جمله رئیس جمهور محترم منتخب در این مسیر کمک کنیم. این وظیفه ماست در پیامم هم, هم عرض کردم در جلسه حضوری هم بیان کردم این چیز لازمش اینه که اگر خب این کارها داره انجام میشه اونها هم انجام میدن میگن خیلی خب این کاری که شما میگید ما انجام میدیم خدا دستشون درد نکنه با قوت ما هم پشتیبانی میکنیم اما اگه جایی قفلت واقع بشه اگه جایی یک کار ناقص ادامه بشه، پیدا کند این توجه نشه ما وظیفه خودمون میدونیم این رو متذکر بشیم خدای نکرده اگه یک جایی ببینیم کار داره خطا شکل میگیره در حد خودمون به زاعت خودمون با قدرت سعی میکنیم کمک کنیم به اینکه اون خطا تصحیح بشه این نیست که بگیم خب حالا خطایی بود بذار انجام بشه بعد بگیم ما که نبودیم خب رقیب ما بود نه چون هر یک کار خطا هر یک کار ناقص این میتونه خدای نکرده به تمام کشور بیش از 80 میلیون جمعیت کشور لطمه بزنه این نگاه آفیت طلبانه یا اینکه به ما ربطی نداره ما که مسئولش نیستیم نه ما مسئولیم باید کمک کنیم باید کمک کنیم اون خطا شکل نگیره تصحیح بشه اون نقص رفت بشه از سوی دیگر مسئول پزشکیان که تصویرش در یونیفرم سپاه به بخشی از هویت او در افکار عمومی بدل شده است در سومین روز ریاست جمهوریش دست به قلم شد و برای چهره شماره یک گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نامه نوشت تا از تعهدش به ادامه مسیر حکومت ایران در منطقه بگوید پزشکیان دوشنبه هجدهم تیر در حالی که هنوز نه نشستی مطبوعاتی با رسانه ها گذاشته و نه جشنی با حامیانش برگزار کرده پس از دیدار با خامنه و شماری دیگر از مقامهای نظام در سومین روز ورود به دفتر ریاست دولت در نامه خطاب به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد حمایت از مقاومت با قدرت تداوم خواهد داشت پزشکیان همچون سلف خود ابراهیم رئیسی حمایت از مقاومت را ریشه در سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران آرمان های خمینی و رهنمودهای خامنه ای می داند که باید قدرتمندانه تداوم یابد. مرگ ابراهیم رئیسی در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران و گروههای نیابتیش ماهاس درگیر تنشی مداوم با اسرائیل و درگیری غیرمستقیم با آمریکا هستند که هر لحظه ممکن است منطقه را نیز به آتش جنگی ویرانگر بکشاند مسعود پزشکیان نماینده که حالا جانشین رئیسی در نهاد ریاست جمهوری شده با شعار تغییر مسیر فعلی مدیریت کشور مشخصا در حوزه دیپلماسی توانست رقیب خود را پشت سر بگذارد. با این حال علی خامنهای ای در اولین پیامش به پزشکیان توصیه کرد راه رئیسی را ادامه دهد. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در پیامی گفت اطمینان دارد پزشکیان با بسیج ظرفیت‌ها و فرصتها برای پیروزی نظام در جنگ اقتصادی و سیانت از اقتدار نظام در آوردگاه‌های بین‌المللی اقدام می‌کند. حسین سلامی تاکید کرد که سپاه برای همکاری با پزشکیان در اجرای سیاست های ای آماده است. با وجود وعده های پزشکیان برای اجرای برنامه خامنه ای، توصیه رهبر جمهوری اسلامی و توقع سپاه و سلامی، حل بحران سیاست خارجی بدون تغییر در سیاست های کلان نظام و کاهش دخالت های سپاه و گروه های نیابتی در تنش‌های منطقه دور از ذهن به نظر می رسد. پیام پزشکیان به نصرالله خود شاهدی بر این مده است. اما دیدگاه مسعود پزشکیان نسبت به سپاه و گروه های نیابتی چیست؟ آیا او میتواند تواند تنش را کاهش دهد و در مسیر حل بحران سیاست خارجی آنگونه که پیشتر وعده داده حرکت کند یا مانند آنچه خامنه ای از او خواسته راه رئیسی را ادامه می دهد؟ مسعود پزشکیان جراح قلبی که ادبیات و گفتمان سیاسیش نهجل بلاغه است و حالا رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی شده با وجود آنکه به گفته خودش در آمریکا و بریتانیا دوره دیده در دیدگاههایش نسبت به مسئله فلسطین ضدیت با آمریکا و حمایت از سپاه پاسداران و گروه های نیابتی چندان تفاوتی با رئیسی ندارد زمانی که پزشکیان وزیر بهداشت بود در یک نشست برای توصیف روحیه ستیز جویی خود گفته بود من وقتی دانشجو بودم توی دهن رئیس دانشگاه می زدم. وقتی رئیس دانشگاه شدم توی دهن رئیس جمهور میزدم. زدم. الان که وزیر شدم توی دهن کلینتون میزنم. پزشکیان در سالهای بعد به مجلس راه یافت. او همراه با 39 نفر از نمایندگان تندروی مجلس در سال 1387 طرحی دو فوریتی را با عنوان الزام دولت به حمایت همه جانب از فلسطین امضا کردند که خواستار ورود جدی حکومت ایران در زمینه ی حمایت از نوار غزه شده بود او در سال 1398 وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد با ارائه طرحی به نام تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا به همراه همکارانش در مجلس دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود ساز تشدید تنشهای بعدی میان ایران و آمریکا به حساب می‌آیند پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را تروریستی خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آنها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه کرد. قدرتیابی و توسعه سپاه پاسداران در دهه های اخیر مرهون پشتیبانی نمایندگانی همچون پزشکیان بوده است. او پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا بار دیگر و این بار با پوشیدن یونیفرم سپاه و انداختن چفیه دور گردنش آشکارا از سپاه و سیاست های تنش آفرین منطقی جمهوری اسلامی حمایت کرد. آن هم درست زمانی که دو ماه پیش از آن در آبان 98 این نیروی نظامی ایدئولوژی که نظام نقشی فعال در سرکوب خونین معترضان بازی کرده بود. پزشکیان در مناظرات تبلیغاتی خود هم آسم سلیمانی را قهرمان ملی خواند و با اشاره به برنامه پهبادی و موشکی سپاه گفت یکی از دلایلی که دیگران نمی توانند علیه ایران کاری انجام دهند همین سپاه است. شاید به دلیل مواضع سیاسی پزشکیان است که پس از پیروزی او در انتخاباتی که اکثریت جامعه در آن شرکت نکردند، آمریکا این تحریم و نگ بزرگ جامعه را به روی حکومت و پزشکیان آورده است. وزارت خارجه ایالات متحده ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن انتخابات جمهوری اسلامی به این نکته که نتیجه این انتخابات تأثیری بر روی کرده واشنگتن ندارد تاکید کرد اما از طرف دیگر نیروهای وابسته و مورد حمایت حکومت در منطقه به این نامزد نظام روی خوش نشان دادند حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که در آستانه درگیری گسترده با اسرائیل قرار دارد در پیام تبریک به مسعود پزشکیان نوشت ما با شما به راه خود ادامه خواهیم داد تا به پیروزی نهایی برسیم. ناصر ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین هم در پیامی ضمن تبریک به پزشکیان نوشت که روی حمایت از فلسطین در دوره جدید ریاست جمهوری حساب می کند. به نظر می رسد دیدگاه های پزشکیان در سالهای گذشته برخلاف آنچه در تبلیغات برای رأیگیری از جامعه معترض به حکومت و سپاه نشان داده بیشتر نزدیک به سپاه و در راستای پیشبرد سیاست کلان جمهوری اسلامی در حمایت از گروه های نیابتی و ضدیت با غرب است از عوامل اصلی پیروزی پزشکیان بر سعید جلیلی ساختن دوگانه به ویژه در حوزه سیاست خارجی بود به اعتقاد برخی محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین با حمایت تمام قد از پزشکیان وعده احیای برجام و مذاکره برای رفع تحریم ها نقشی اساسی در پیروزی او بر جلیلی ایفا کرد با این حال به گفته پزشکیان او در مسیر ریاست دولت و خط مشی شامل تعیین وزرا پیرو به نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد در این میان ظریف گفته که تمایلی به وزارت خارجه ندارد و فراتر از آن ترکیب مجلس هم احتمالا اجازه بازگشت به وزارتخانه به او نخواهد داد. چهره مثل عباس اراخشی یا مهدی سنایی ممکن است بتوانند با نظر خامنه ای جایگزین ظریف شوند. اما هر کسی بیاید به گفته پزشکیان اختیار کامل با رهبر خواهد بود. اردیبهشت 1400 ظریف در مورد چرایی شکست برجام موضوع را به دوگانه میدان و دیپلماسی ربط داد. به گفته او حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داد او همچنین به نقش قاسم سلیمانی فرمانده میدان نظام در وارد کردن آسیب به دیپلماسی دولت روحانی اشاره کرده بود با این حال موضوع روابط خارجی در دولت پزشکیان با دولت روحانی به کلی متفاوت است با نزدیک شدن به تاریخ انقضای برجام عملا احیای این توافق به شکل سابق منتفی است و حوادث متعدد دیگری نیز رخ داده است. جنگ در اوکراین و غزه پس از آن درگیری سپاه با اسرائیل شرایط جهانی را برای ایران متفاوت کرده و نیاز به یک توافق جامع و گسترده تر وجود دارد. امریکا اکنون سختتر و دشوارتر شده است. دو روز پس از پیروزی پزشکیان در رقابت با جلیلی، سعید لیلاز، فعال اصلاح طلب و از حامیان او هم خط و ربط چهار سال آینده را علنی کرده است. جایی که گفت من اصلا به مسلحت پزشکیان نمی بینم که بخواهد کوچکترین حرکتی در زمینه سیاست خارجی بدون اجازه و موافقت خامنه ای انجام دهد. تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در این انتخابات غیر دموکراتیک سوابق او در همراهی با سپاه پاسداران، گروه های نیابتی، فلسطین و اعتراف به پیروی از برنامه های خامنه ای همگی شواهدی هستند که نشان میدهد احتمالا پزشکیان دست کم در این حوزه کاملا در راستای مسیر دولت ابراهیم رئیسی قدم بردارد یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم بالای کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو مثل همیشه یاری رسان تحریریه آوای ایران باشید روز و روزگار بر همگی خوش و پاینده ایران